در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از واکنش سازمان ملل به تصمیم ایران برای محدودسازی بازرسی‌های آژانس، ادامه اعتراضات در میانمار، واکنش‌ها به حمله اخیر در نزدیکی فرودگاه اربیل و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر سه‌شنبه 28 بهمن شمار مبتلایان کووید 19 در جهان به 110 میلیون نفر نزدیک شد و تعداد قربانیان از 2,420,000 نفر فراتر رفت. تا کنون بیش از 84,300,000 نفر از این بیماری بهبود یافتند. تعداد مبتلایان روزانه آمریکا به کمترین میزان خود در 4 ماه اخیر رسید و شمار فوتی‌های روزانه این کشور برای نخستین بار در 3 ماه اخیر به کمتر از 1,000 نفر کاهش یافت. از سوی دیگر هند در روز دوشنبه شاهد کمترین فوتی‌های روزانه خود در حدود 1 سال اخیر بود. روسیه نیز کمترین فوتی‌های روزانه خود در حدود 3 ماه اخیر را ثبت کرد. بریتانیا و ایتالیا در روز دوشنبه از شناسایی کمترین میزان مبتلایان روزانه خود در حدود 4 ماه اخیر خبر دادند. تا کنون بیش از 15 میلیون نفر از مردم بریتانیا اولین دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. در سوی دیگر جهان، ژاپن از شناسایی کمترین مبتلایان روزانه خود در 3 ماه اخیر خبر داد. نیوزلند نیز برای نخستین بار در 5 ماه اخیر یک مرگ ناشی از کرونا را ثبت کرد. همچنین مقامات فلسطین رژیم صهیونیستی را به ممانعت از ورود واکسن‌های کرونا به غزه متهم کردند. واکنش سازمان ملل به تصمیم ایران برای محدودسازی بازرسی‌های آژانس. فرهان حق، سخنگوی سازمان ملل، در واکنش به برنامه تهران برای محدودسازی بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای، از ایران خواست به طور کامل با آژانس همکاری کند. ایران طی نامه‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده اجرای اقدامات داوطلبانه تهران تحت برجام به طور رسمی در تاریخ 5 اسفند پایان می‌یابد. از سوی دیگر، وزیر خارجه عمان بازگشت آمریکا به برجام را اقدام مهمی برای توافقنامه هسته‌ای عنوان کرد. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، نیز ضمن دعوت از ایران به خویشتنداری از آمریکا خواست تا نشان دهد آمادگی بازگشت به برجام را دارد. ادامه اعتراضات میانمار با وجود برخورد سنگین ارتش. با وجود حضور خودروهای زرهی و سربازهای بیشتر در خیابانهای میانمار، در روزهای اخیر صدها هزار نفر از مردم این کشور خواستار آزادی آنگ سان سوچی، رهبر بازداشت شده این کشور، در جریان کودتای ارتش شدند. ارتش میانمار به معترضان علیه کودتا هشدار داده در صورت ایجاد مشکل برای نیروهای مسلح به 20 سال زندان محکوم خواهند شد. از سوی دیگر، برای دومین شب متوالی دسترسی به اینترنت در میانمار مسدود شد. از زمان کودتا در میانمار دسترسی به اینترنت در این کشور 4 بار مسدود شده است. واکنش‌ها به حمله اخیر در نزدیکی فرودگاه اربیل. در پی حمله راکتی در جوار فرودگاه اربیل کردستان عراق و نزدیک به یک پایگاه نظامی تحت رهبری آمریکا، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، ضمن ابراز خشم آمریکا از این حمله، به حمایت از تحقیقات در این رابطه متعهد شد. در حمله راکتی دوشنبه شب در نزدیکی فرودگاه اربیل، یک نیروی ائتلاف ضد داعش کشته و 6 نفر دیگر شامل یک سرباز آمریکایی زخمی شدند. گروه عراقی موسوم به سرایا اولیا الدم مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، دستور تشکیل کمیته مشترک با اقلیم کردستان برای تحقیقات درباره این حمله را صادر کرده است. تشکیل کمیسیونی برای تحقیق درباره حمله به ساختمان کنگره آمریکا. طبق اعلام نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، کنگره این کشور برای تحقیق درباره حملات 6 ژانویه به ساختمان کنگره توسط حامیان دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، یک کمیسیون مستقل تشکیل خواهد داد. خانم پلوسی اعلام کرده تحقیقات این کمیسیون مشابه روند تحقیقات درباره حملات 11 سپتامبر 2001 خواهد بود. هشدار دمشق به اسرائیل درباره عواقب حملات به سوریه. سوریه ضمن هشدار به اسرائیل درباره تجاوزهای مداوم این رژیم به خاک خود، از شورای امنیت سازمان ملل خواست تدابیری قاطعانه و فوری برای جلوگیری از تکرار این حملات اتخاذ کند. رژیم صهیونیستی بامداد دوشنبه اطراف شهر دمشق را با تعدادی موشک مورد هدف قرار داده بود. در خبری دیگر از تحولات سوریه، 15 دور مذاکرات آستانه که هدف آن پایان دادن به بحران سوریه است، از روز سه‌شنبه در شهر سوچی روسیه آغاز شد.
علاوه بر ایران، ترکیه، روسیه، نمایندگان دولت سوریه و مخالفان دولت این کشور، سه کشور عربی اردن، عراق و لبنان نیز به عنوان ناظر در این نشست دو روزه شرکت دارند. مرگ دست کم 60 نفر در پی غرق شدن یک کشتی در رودخانه کنگو. به دنبال غرق شدن یک کشتی مسافربری در رودخانه واقع در جمهوری دموکراتیک کنگو، دست کم 60 نفر جان خود را از دست دادند. این کشتی که بیش از 700 نفر در آن حضور داشتند، در ساعات شب غرق شده است. تا کنون حدود 300 نفر از این حادثه نجات یافتند.